اگه میخوای به دلال پول بدی تا برات از ویزامتریک وقت سفارت بگیره، همین الان دست نگه دار این ویدیو رو تماشا کن، چون که اصلا نیازی به این کار نیست. سلام، من سعیمم اونجا ایتالیان آکادمیه. امروز تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه اینکه چطور از ویزامتریک وقت بگیریم و اگه کلاساتون نزدیک هستش و تا حالا نتونستین ویزا بگیرین و وقت بگیرین، چطوری میتونیم از سفارت وقت اورژانسی و فوری ببینیم. پس حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. دوستان، قبل از شروع میخواستم ازتون خواهش کنم که از من و از این چنل مثل یک دوست، مثل یک رفیق حمایت کنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، نظراتتون رو کامنت کنید، به بقیه دوستاتون معرفی کنید. هر نوع حمایتی باعث میشه که این چنل جون بگیره و رشد کنه و به هنرجوهای بیشتری که قصد ادامه تحصیل تو ایتالیا دارن معرفی بشه و باعث بشه که از دلال‌ها و آژانس‌های مشاوره‌ای که پول هنگفتی می‌گیرن بی‌نیاز بشن و خودشون انجام بدن. اگر هم به هر دلیلی حال نکردین حمایت کنین، کاملا متوجهم. برمیگردیم ادامه ویدیو. خب، اولین قدم اینه که باید گوگل کروممون رو باز کنیم و توش ویزامتریک رو سرچ کنیم. اینجا من نوشتم ویزامتریک، اولین لینکی که اومده رو باز میکنم، با همچین چیزی روبرو میشم. توجه داشته باشید که ویزامتریک هم برای کشور آلمان هم برای ایتالیا الان اقدام میکنه. از این بالا میتونیم ببینیم که نوشته apply for visa to Germany، اما چطور برای ایتالیاشو اقدام کنیم کاری نداره. این قسمت بالا اونجایی که مشاهده میکنین، لازمه که خیلی راحت قسمت جرمنی رو پاک کنین و ایتالی رو اضافه کنین. باید حتما حواستون باشه که آیا ایتالی باید کپیتال باشه. خب، با همچین صفحه ای روبرو میشم. اول من میخوام اصلا کلن آموزش بدم که چطور سایت چه شکلیه، چطور باید از توش وقت بگیریم و در ادامهش توضیح میدم که وقت اورژانسی به چه صورت هستش. خب، ما این قسمت یه سکشنی داریم اسم مدارک مورد نیاز. توی قسمت مدارک مورد نیاز اینجا نوشته لیست مدارک برای ویزای شینگنه. اگه بازش بکنید اتفاق خاصی نمیفته، انگار چیزی اونجا نیست. یه صفحه اعلانات داره، فرم های درخواست داره که اینجا فرم عودت وچه رزرو قرار ملاقات هستش. خود تو خود ویزامتریک هم اینو بهتون میدن، لازم نیستش که حتما داشته باشیدش. فرم درخواست ویزای ملی، درخواست ویزای شینگن هستش. تو قسمت بعدی هزینه ها هست. هزینهش طوری که اعلام شده انگار 116 یورو هست به اضافه 29-30 یورو، و اینجا هم آدرسش رو میبینیم. اما خب این خیلی قسمت مهمی نیست. قسمتی که ما باش کار داریم این قسمت هستش که قرار ملاقات هستش. اگه روش کلیک بکنید با همچین صفحه‌ای مواجه میشیم. اینجا نوشته شده که هزینه‌ای که باید اولش پرداخت بکنید، به چه شماره حسابی، همه اینا توضیح داده شده، حتما مطالعهش کنید. رزرو برای ویزای ملی 1,400,000، برای ویزای شینگن 1,500,000 هستش. حواستون باشه اگه میخواین که وقت رزرو کنید، برای 6 نفر میتونید که وقت ماکسیموم وقت رزرو کنید. یعنی چی؟ یعنی که شما ممکنه که با 5 نفر دیگه از دوستاتون بتونین هماهنگ بشین و با هم دیگه وقت بگیرین. هر 6 نفر شما میتونین که کشیک بدین توی سایت، هر وقت که سایت باز شد وقت بگیرین و این وقت برای هر 6 نفرتون هست، ولی همه مدارکتون با هم دیگه بررسی نمیشه، جدا جدا بررسی میشه، که خب این یه خبر خیلی خوبی هستش. ولی باید توجه داشته باشین که برای هر 6 نفر بعد این مبلغ باشه. یعنی اگه برای ویزای ملی اقدام میکنین 6 تا 1,400,000 بعد واریز کنید. وقتی هم که این مبلغ رو واریز کردید به ایمیل ویزامتریک رسیدش رو ایمیل میکنید و همراه اسم و باقی اطلاعاتی که هستش. توی این قسمت وقتی که میریم مراحل انتصاب رو باید بزنیم برای ادامه. اینجا خب یکم سایت شلوغ میشه و اذیت میکنه. اینجا معمولاً کپچایی که هستش نمایش داده نمیشه به خاطر اینکه سایت خیلی معمولا شلوغ میشه و ترافیکش زیاده، یکم قاطی میکنه. حواستون رو باید باشه که وی پی انتون روشن نباشه. حالا من با اینکه وی پی ان من خاموشه بازم همچه اتفاق نمیفته. حالا از روی عکس براتون توضیح میدم.
اینجا وقتی که کد اومد، کد رو وارد میکنین، برای تحصیلی یا ملی رو انتخاب میکنین. اگه پذیرشتون اومده، ادمیشن لترتون اومده، تحصیلی رو انتخاب میکنید. در غیر این صورت ملی رو انتخاب میکنید. در قسمت بعدی ما با یک همچین صفحه روبرو میشیم. تو این صفحه باید اطلاعاتتون رو پر کنین، اینکه ساکن کدوم شهر هستین. تو قسمت بعدیش اینکه کدوم مرکز میخواین برین. قسمت دوم که نوشته تهران، برای مرکز ویزا متریک هستش که فقط هم تهران هستش، جای دیگه نمیتونین انتخاب کنین. قسمت بعدی عادی و قسمت آخر هم تعداد متقاضی ها هستش. تو این قسمتی که میبینیم، شما اگه از طریق موبایل بانک پولتون انتقال داده باشین یا حواله بانکی، اینجا انتخاب میکنید و در ادامه تاریخی که اینجا میبینید، تاریخ واریزتون رو اینجا وارد میکنید و شماره کارتتون رو و بررسی رو میزنید. تو قسمت بعدی دوباره از شما یه سری شماره شباتون رو میخواد، نام صاحب شماره شبا، اطلاعات متقاضی، همه اینا رو پر میکنید و حتما حواستون باشه که دیگه اشتباه پرش نکنین، چون بعدا یکم سخت میشه تغییر دادنشون. تو قسمت بعدی هم این یک پیشنمایش هست از اطلاعاتتون، حتما تاییدش بکنید، چکش بکنید، همه چی درست باشه، اسپل ها درست باشه، تاریخ ها درست باشه. و قسمت تایید رو که بزنید و قسمت بعدی رو میزنید و وارد همچین صفحه میشین. معمولا خب وارد این صفحه شدن یکم زمان بره، به همین سادگی ها نیست و خب به خاطر اینکه ترافیک سایت بالاه و حالا وقت باز نشده، ما همچین چیزی رو نمیبینیم. اما وقتی که سایت باز باشه، شما همچین چیزی رو میبینید، همچین صفحه رو میبینید که این قسمت تو این کادر قرمز تاریخش هست و همراه ساعت ها. میتونید روز و تاریخی که میخواییم برین رو انتخاب کنید و قسمت بعدی رو میزنید. بعد از اون زمان شما سیو میشه و حتما براتون یک ایمیلی میاد که اونجا قرار اپوینتمنتتون توش ذکر شده. این از این. حالا میخواییم با همدیگه بررسی کنیم که چطور میتونیم وقت اورژانسی و فوری بگیریم. خب شما میتونید که از دو طریق وقتتون رو، وقت ویزامتریکتون رو رزرو کنید. اولین کاری که باید بکنید این هستش که توی سایت، تو همون قسمتی که گفتم، منتظر باشین تا سایت باز بشه. برای این کار لازم نیستش که حتما خودتون تنهایی کار کنین. گروه های کشیکی هستن، ما یه گروه کشیک داریم که توش هر وقت سایت باز بشه اعلام میکنیم با کمک شما و خود من و باقی دوستان، با هم دیگه کشیک میدیم و هر وقت که باز بشه سایت و هم دیگه اعلام میکنیم. این راهی هستش که، این اولین راهی هستش که داریم. راه دوم، همطور که تو اعلانات سایت خود ویزا متریک میبینیم، اینجا نوشته شده که از تاریخ 4 آگوست، امروز 7 آگوسته، ساعت 5 قرار ملاقات ها به صورت هفتگی فعال خواهند شد. قبلا بدین صورت بودش که وقتهای ملاقات، وقتهای رزروتون ساعت مشخصی باز نبود، نه به صورت هفتگی میتونسته بگین در هفته باز میشه، ممکن دو هفته باشه که باز نشه، ممکن بود که توی هفته دو بار باز شه، ولی اینجا اعلام شده که از 4 آگوست به صورت منظم تر باز خواهد شد. و خب یه آدرس سایتی دادن که همین آدرسی هستش که اینجا میریم، خیلی همینجا هستش، خیلی تفاوت خاصی نمیکنه. اما راه دومی که میخوام بهتون بگم، راه خیلی خیلی آسان تر و راحت تری هستش. شما اگه صرفا کلاساتون نزدیک باشه و داریم به تاریخ امتحان کلاساتون نزدیک میشین، برای مثال مثلا یک ماه دیگه، یک ماه 40 روز دیگه کلاساتون شروع میشه، از وسطای آگوست باشه، میتونید به ویزا متریک ایمیل بزنین. به این شکل آدرس ایمیلشون هم هستش تو خود سایت، میتونید پیدا کنین، ایمیل میزنید، موضوعش رو رزرو وقت عنوان میکنید، توی ایمیل عنوان میکنید اسمتون رو، شماره پاسپورتتون رو، اگه مبلغی که واریز کردین رسیدش رو میذارین و در ادامهش توضیح میدید، میگین که چندین روز هستش که دنبال وقت گرفتن از سایت ویزا متریک هستین و تا حالا نتونستین، کلاس هاتون نزدیک هستش و اگه وقت نگیرین ممکنه که کلاساتون رو از دست بدین و خب بعد میشه.
این رو که ایمیل میکنید ظرف ماکسیموم یک هفته از خود ویزامتریک باهاتون تماس میگیرن و باهاتون یک تایمی رو هماهنگ میکنن. یکی از دوستان من حالا خودش پول به دلال داده بود و در کنارش ایمیل هم زده بود، بعد از اینکه حالا دلال براشون وقت گرفت در من یکی دو روز بعدش از ویزامتریک زنگ زدن و گفتن که چه روزی میتونید تشریف بیارید اینجا، و خب از قبل وقت گرفته بود رو با همون وقت قبلیش رفت. اگه کلاستون نزدیک هستش یا حالا خیلی هم نزدیک نیست، لازم نیستش که حتما بش، اونا خیلی چک نمی کنن. خودتون میتونین عنوان کنین که نزدیکه و خیلی وقته که دنبال گرفتن وقت هستید، اینطور خودشون باهاتون تماس میگیرن و یک تاریخی رو باهاتون هماهنگ میکنن. از این طریق، از این دو طریق میتونین که پول به دلال ندین، چون اصلا لازم نیستش که پولهای هنگفت به دلال بدین. الان کمترین قیمتی که میگیرن 10 میلیون هست، اما خب داره منظم‌تر میشه وقت‌ها، بیشتر داره وقت‌ها باز میشه و به همه با این روش دومی که بهتون گفتم به همتون وقت میرسه. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.